گذشتیم آه چه خوبه ساکونشی دیگه جاره نشین نباشیم یه خونه یه خوب پیدا شد دست و باب رو گم کردیم زود پول دادیم اونو خریدیم از شاده پنده رو بردیم حالا دیگه تموم زمون وقتی خونه میخری آه چه خوبه ساکونشین دیگه اجاره نشین نباشین باید بسازیم با هم دیگه چاره نداریم شاید تو دل هم گل شادی رو بکاریم باید بمونه خنده رو لبهای من و تو امروز و فردای منو خدا لعنت کنه اونی که کلاه ما رو برداشت تو دلامون جای شادی بذر غم و غصه رو کاشت وقتی غصه داری فایده ای نداره بیقراری باید آروم باشی تا که پیدا بشه راه فراری من مهندس کامبیز سایدی هستم. خب بله. تمام پول این آپارتمان رو دادم. چی؟ بفرمایید تو ماشین. بفرمایید تو ماشین. سگا تو ماشین. سگا گوشی فرق داشتن کو برید. بابیو. گذشت هنوز تکلیف ما رو معلوم نکردی خب مقصر خودمونیم دیگه بابا آقای محترم شما باید مشکل ما رو حل کنید شما این آقای ساعدی رو به ما نشون بدین ما خودمون از بغلش خونه در میاریم من موافقم بابا خانم آقایون هنرمندان عزیز خواهش میکنم یک کمی آرامتر آرامش خودتون رو حفظ کنید الحمدلله به شکر خدا مشکل شما که داره حل میشه پس این همه قیل و قال و داد و بیدادتون مال چی آخه؟ داماد بدبخت ما این همه سرمایه‌گذاری کرده بله شما درست میفرمایید ولی شما میدونین که آقای ساعدی قول داده پولای شما رو به شماها برگردونه؟ آقای نماینده با اون آقای ساعدی بگو ما پول نمیخوایم ما خونه میخوایم بفرمایید آقای نماینده ملک رفته بالا تورم شده 16% بنزین که گرون شده همه چی تحت تاثیر بنزین قرار گرفته آقا ما پول نمیخوام ما خونه میخوام ساکت باشین یه کمی آروم باشین آقای محترم این مطلبیه که دادگاه باید بهش رسیدگی کنه. آقای نماینده شما این ساعدی رو بسپار به ما ما خودمون میدونیم چی کار باشه آخه با این شلوغی ها که نمیشه کاری از پیش برد الان صدا به صدا نمیرسه شما ساکت باشین تا خدمتتون عرض کنم یکی از شماها که صداش رساتر از دیگرونه خیلی خلاصه و مفید بگه شما از قانون چه انتظاری دارین که تا حالا من برای شما نگفته باشم شما از قانون چه انتظاری دارین زدم به مالم این دیگه کجا بود باشه خیالم چطوری آقای انباری؟ جمیعاً سلام عید همه تون مبارک بابا شما هنوزم دنبال یارو ساعدی میگردید ای داد بیداد پیاز انباری سلام آقای پیازی میشه لطف کنید یه چند لحظه این بلنگو رو به من امانت بدید عزیز دلم یه دفعه این بلنگو رو گرفتید
کلاف شدیم تا پسش گرفتیم. بابا شما که این همه ماشاءالله هر روز تحسن دارید، خب بابا یه بلنگو بخرید خیال خودتون رو راحت کنید. بد میگم ها؟ قول میدم براتون بیارم با اجازه. قول میدی؟ بله. بفرم. یک دو سه آزمایش میکنم. خدا میرسه؟ بله. با عرض سلام و تحیات به تمام دوستان عزیز و با سپاس که در این هوای دلانگیز بهاری در این همایش منطقه‌ای شرکت نموده اید، من اعلام میکنم که حالا که آقای ساعدی دستگیر شده و خودش موقعی که آقا ناصر داشت خدمتش میرسید بارها و بارها اعلام کردند که پولی که از ما گرفته هنوز در ایرانه و فریاد زدن که غلط کردم، من پول همگی شما رو میدم. فلذا ما ساکنین محترم این مجتمع که همگی از اخشار مختلف هنرمند این مملکتیم، به جای اینکه سال نو رو بد آغاز کنیم، بهتره که بپذیریم زندگی جاریست و زیباست و روز 13 فروردین نه تنها برای ما نهست نیست، بلکه بسیار میمون و مبارک است. میمون یعنی مبارک. ببخشید آقای پلگوش، جسارتا میخواستم خدمت تبریک بگم با اینجا سرریز چه مونولوگ بلندی گفتی. دوستان عزیزان، با عرض معذرت خدمتتون میخوام عرض کنم بنده با عنوان یه دون از بازیگرهای نقش اصلی سینمای ایران که خیلی خوشحالم. قربانت زنده باشید. میخواستم خدمتتون عرض کنم عزیزان، ما توی این مدت خیلی سختی کشیدیم، خیلی آزار و اذیت شدیم، ولی یاد گرفتیم که چطور میشه در شرایط سخت در کنار هم بود و با هم بود و همدیگر رو دوست داشت. مهم نیست که جا تنگه، مهم اینه که ما همدیگر رو دوست داریم. خیلی قشنگه. ساکت خواهش میکنم. همینه که همدیگر رو تحمل کنیم. افتخاره. پس مهربون باشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم. نوکرت هم ناسه خوب باشیم. عزده بله دیگه. خب خانم آقایون توجه بفرمایید. حق با آقایونه. حالا که قانون ساعدی رو دستگیر کرده، پس بهتره به جای هرس خوردن و داد فریاد کشیدن صبر کنیم تا قانون به پرونده رسیدگی بکنه و تکلیف همه رو روشن کنه. دوستان، همسایگان عزیز، رومیان، هموطنان، اینو شکنید گفتم البته. من چون فیلم برداری دارم باید برم سر صحنه. خیلی عوض میخوام. روز خوش. توجه بفرمایید. اوهایو کجا داری میدی؟ بکاری مایسن. آه فهمیدم، اون پایین سر در نیاوردی چی گفتن، اومدی والا نه؟ هایه ایتو ساعدی دستگیر شد، میفهمی؟ همون که کلا سرمون گذاشته بود، همون که اون شب 4 برات تعریف کردم، اون شبی که در رفتی کنار جا کفشی خوابیدی که من حرف نزنم، یادت بیاد؟ چیز که سلیپ خب اصلا ولش کن. میدونی تو من دارم میرم، اینه که یه چیزی میخوام بهت بگم ولی روم نمیشه. میخواستم بگم اون پولی رو که ازم گرفتی تا کارمو درست کنی برم ژاپن، بهم پس بده. پس بدم؟ آره دیگه، آخه میدونی منصرف شدم. نازه کی؟ من؟ اتفاقا خیلی هم نازه، اصلا نانازه. چرا؟ نازه یعنی چرا؟ نازه یعنی چرا؟ میدونی تو من یه عمر دربدری کشیدم، بدبختی کشیدم،
مگه اینکه یه فرصتی دست بده، یه نقشی به من بدن، یه نقش اصلی به من بدن تا من حقم رو این سینمای بیرحم بگیرم. حالا این فرصت رو به من دادن، یعنی زحمتام نتیجه داده. خب الان پس برای چی بخوام برم ژاپن؟ میفهمی تو؟ من نقشه یک گرفتم، ژاپن که سهله، کره مریخ هم به من میگن نمیرم دیگه. اوکی من هستی که اومدم، اون پول از تو میخوام. اوکی سایونارا. سایونارا. میگم خوبه بایی با کاری مایسین و سایونارا و نازه رو فهمیدیم، شاید یه نقش ژاپنی بهمون دادن. اگر دیگه حرفی نیست یک نفر بیاد بگه بقیه کجان. بقیه کوچن. خواهش میکنم، نگه خود شما ها نگفتید که این سایدی کلای 300 نفر رو برداشته. بله بابا راست میگه، اینایی که کلا برداشته، بالا کلاشونو گذاشتن، برداشتن دخترم، کلاشونو برداشتن. کجان کجان کلا کی برمیداره کلاشونو بالا بزن. ببخشید میتا خانوم، همسرم، به جز تعداد معدودی آدمی که اینجا میبینی، بقیه سهمشون رو به آقای پوستی فروختن و رفتن. حالا این پوستی کدوم گوری هست؟ هممونو کشیدی بالا باشده. خانوما، آقای توجه بفرمایید، آقای قانون میخواد صحبت کنه دیگه. بابا پیداش میشه. اینم آقای پوستی. بفرمایید. چون هم دست آقای سایدی بوده. توجه کنید، خیلی واضح و روشنه، آقای ساعدی با ایشون همکاری داشته، به ایشون پول داده که سهم شما رو یکی یکی بخره و از شما رضایت بگیره که هیچ ادعایی برای آپارتمان ها نداشته باشه. به همین ترتیب مفت و مسلم شاکیاشو یکی یکی کم کرده و با یک سوم پول شماها رو از سهم خارج کرده. یعنی آقای پوستی با آقای ساعدی هم دست بوده؟ پوستی نامردی، حقته که تو همین آپارتمان دارت بزن. ببینم پوستی، همه طوری میخواستی منو بفرستی برم ژاپن فرش بپوشم و صادراتو فرش کنم؟ آره؟ شب کن ببینم، این پوستی تو رو میخواست بفرستی ژاپن تو کار فرش بری؟ آره بابا، همش به اون ژاپنیه چش تنگه، همش شاید میگفتش که واکار ماسین، یعنی صادرات فرش، اونم هی بهش تعظیم میکرد. بیا شما، اینجا انگار همه تو کار ژاپنه. آقای پوستی، پوستی تو میکنی؟ بله. آقایون دست نگه دارین، دست نگه دارین، صبر کنین، بسپارینش دست قانون. آقای نماینده ببخشید، چی کارش میکنن این آقای پوستی رو؟ مشارکت در کلاهبرداری جرمش کمتر از خود کلاهبرداری نیست خانم. آقای پوستی شما چجوری دلتون اومد با اون آقای سایدی دوباره همکاری کنین، سر ما دوباره کلا بذارین ها؟ پوستی جون، سر یه هنرمند مگه چقدره که یه کلا رو میخوای دوبار بذاری سرش؟ آخه مرد حسابی خودت بگو، یه هنرمند مگه چی داره که بخوام دو مرتبه کلا سرش بذارن؟ آقا هنرمند ها چی داریم آخه؟ چرا؟ را بیاد ببین چرا شد، تو را بهت میگم، را بیافت. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اتفاق؟ بابا ساعدی و پوستی رو گرفتن، من رو تو را میگیرم، را بیافت دیگه.
سایدی دیگه که سایدی همون که میخواستم قاچاقی ردش کنم، همون که دوربین آوردی ازش عکس گرفتم، یادته؟ خیلی خوب، همون دیگه. تو رو سنه نه، تو باز چی میترسی؟ تو که ردش نکردی؟ بابا جون من، مرگ مادرت را بیافت. اخ اخ اخ، قدرت سه شد. ماشین پلیس. پلیس کدومه؟ بابا اونا چرا گردنش رو تاقش نمیبینی؟ خاک بر سرم شد. بذار من یه سر گوش کجا میری؟ بابا سر گوش کدومه؟ سلام جناب قدرت نلبندی. چرا دولا شدی؟ چه عزیز صندلی؟ چیزی گم کردی؟ هایه بکاری مایسن. حیف این هوا نیست؟ رفتی تو ماشین؟ بیا بیرون، بیا بیرون بزی کم هوای آزاد بهت بخوره، ریهاتو پر از هوای تازه کن، چون تا مدت دیگه این فرصت رو گیرت نمیاد. بیا پایین. بکاری مایسن. بکاری مایسن تموم شد، اینجا ایرانه، فارسی حرف بزن، اصلا ایرانی باش. بیا پایین. جواب جون بگو من قدرت نیستم، بگو اشتباه میکنم، من یکی دیگه. آره قدرت جون، تو همیشه دوستش یکی دیگه باشی، ولی این دفعه خودت باش، خود قدرت نلبندی. تو منو فروختی جواد، ای نامرد. بیا پایین. آقا جواد از شما خیلی ممنونی، کمک‌های شما نبود سایدی بی ناسونه گیر نمیفتاد، خیلی متشکر. ای نامرد، دکه ایتالا آدم شدی؟ یه چاپونه زدم، دوز دار نونه حلال گیر میارم میخورم، خدا رو شکر میکنم. برو برای خوده. دست دیگه برو، دست دیگه برو. سنگو سنی اینه برای شما ماشین. دست دیگه برو. سنگو 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 فرار میکنی؟ یا بیرون سفارت ژاپن یا بیرون مکاری مایش فرار میکنی؟ دلی و تو ماشین بابا من ببرش تو ماشین بده تو ماشین برام کنی. آقای پوستی سام، پوست تو قراره بکنه جای بلدرچین پرکنده بفروشه. بسه بابا دیوونم کردین، چرا اینقدر بعد بیرا به من میگی؟ یکی نفر من فکر میکنه من قد کردم. آقای پوستی خیلی نامردی، بعد 10 سال رفقتی این همه با هم رفیق بودیم یادت رفت؟ بابا تو نمکی بودی، یک گاری داشتی هول میدادی، کاردون خالی ها رو ما رو میخریدی. نمکی آقای پوستی نمکی بوده واقعا، ولی خیلی بی نمکی. پورتره میکشه که نه بابا، نمکی نه بابا، به من میگو تو لالزار تاعت رازی میکرد. بس کنیم بابا، به پیر به پیغمبر، من اونقدر آدم بدی که شما فکر میکنی نیستم، هر کاری کردم به نفع خودتو بوده. همه دروغه، که همه سهم‌ها رو واسه ساعدی خریدی که خریدم، ولی به اسم خودم. این که خیلی بدتر شد، تو حتی به شریک خودت هم رحم نکردی. بله همینجور معلومه که رحم نکردم، ساعدی مگه به کی رحم کردی که من به اون رحم کنم؟ آره اون به من پول میداد که سهم شما رو بخرم که شاکی پرونده‌هاش کم شم، ولی همه رو به اسم خودم خریدم. ببخشید آقای پوستی، این کار کجاش به نفع ما بوده؟ بله راست میگه، کجاش به نفع ما بوده؟ بله آقا، این کارش به نفع خودت بوده که. به جان بچم، این زمین بغلی رو من برای شما خریدم، دارم توش آپارتمان براتون میسازم. الکی قسم نخور. برای ما؟ بله. الهی قربونت برم من، تو چه مرد نازنینی بودی پوستی، ما نمیدونستی نوکرتم. یعنی چی آقا قربونت برم چه مرد نازنینی بوده؟ شوهر من، شوهر ما، حالا هرچی، شوهر ما عیالواره، این حرفام تو کتش نمیره. بیا قدرت، بیا شما، این همون پاسپورتیه که واسه آقای ساعدی درست کرده بودی. این کجا بود؟ خیلی دنبالش گشتم. میشه تو چیکار میکنه؟ تو کمد ناصر بود، با خودش وارده بوده سر فیلم برداری، جزو وسایل صحنه بوده.
ای ناصر نامرد. نگو قدرت، از مردونگی نگو قدرت، نگو مرد انسانی. با ناسلامتی با هم رفیق بودیم، شریک بودیم، این رسمش نبود. تو که میدونستی سایدی سر منو کلا گذاشته، واسه چی میخواستی فرنیش بدی ها؟ آخه میدونی شهرون، این سایدی نامرد بلخ نمیخواد هیچی بدی. من هر چیزی رو که باید بفهمم فهمیدم آقدرت. مخلص شو هر جا هستیم کشم بفرمیم. چشم چشم هر طرف شما میفرمیم. چاکر شما هستیم. چشم چشم. آقا شهرم تو رو خدا یه وقت فکر نکنین من با سایدی هم دست بودم. چشم والا بفرمیم والا باور کنین تو رو خدا. بفرمیم خواهش بفرمیم. آقا شهرم من حاضرم 100 سال برم حبس، اصلا 12 دفعه من اعدام کنین، ولی فکر نکنین که کلاتون رو برداشتم. به خدا من هم یه جورایی مثل خودتون هستم، این همه این در اون در زدم که تش پسرم بتونه یکی از این آپارتمان رو داشته باشه که با شما هنرمندا هم خونه بشه. خیلی دوست دارم، اینو جدی میگم، وجدانم این حقیقت. آقا شهرم راست میگی، دروغم چیه؟ اینو یادت باشه به همه بگم. های پوستی 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 بیه شما. داشتم حال مرا داشتی. ای مرد به تبریک میگم. منم به تبریک میگم. بیا دست درنه به پای هم پیشی. حال میدی بیا یا؟ آره بیا اینم مورد. آخه دست درنه. نه اونو بده. نه این خوب نیست، این جونرش اینجا شده. این مولا آقا جوینه هست، این مولا آقا جوینه هست. همونه همونه همونه. دست دهنه. من میرم بالا تو برو پایین. نه چرا تو بری بالا، من میرم بالا. یعنی چی؟ من باید برم بالا. نه من میرم بالا، چرا تو بری بالا. اصلا سنگ کاغذ بچی. سنگ کاغذ قیچی؟ باش پس من میرم بالا. خب آرزو جون، ببین من کارتای خانم پیلگوش و خانم اجتهادی و خانم آشتانی رو میبرم بالا. تو کارتای خانم نظری و خانم ملکی و خانم ایرجی و بقیه خانوما رو ببر پایین. پایین آره. خانم پیلگوش بالا بود دیگه. آره آره. خب پس میری بالا. آره آره من میرم بالا. خب باش. من باید برم بالا. خانم ایرجی، اون کارته که دادم خدمتتون مال خودتون، این مال آقای ایرجی، این مال ایرج کوچولو، اینم مال آقای ایرجی بزرگ. خیلی ممنون. پنجشنبه تشریف بیارین حتما. صدا؟ صدا رفت. دوربین؟ دوربین رفت. اکشن. بسم الله الرحمن الرحیم.
با شادی و کامیابی به میمنت و مبارکی جناب آقای داماد محترم آقای شهرام شرفشاهی و سرکار خانم آرزو قشقایی. مهریه یک جلد کلام الله مجید به عنوان تیمن و تبرک و یک شاخ نبات و یک جام آینه و شمعدان و تعداد 110 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به نام مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که تمام آن اندل مطالبه بر ذمه آقا داماد باقی است که باید به زوجه بپردازد و سایر شرایط مندرج در سند ازدواج. سرکار خانم آرزو قشقایی، من وکیلم عقد دائمی خوشبختی شما را برای آقای شهرام شرفشاهی جاری نمایم. وکیلم بیا شما. با اجازه امید جونم. بله امید. به میمنت و مبارکی، با شادی و کامیابی، به میمنت و مبارکی جناب آقای داماد محترم سامان شبچراغی و دوشیزه محترمه خانم میترا موسوی. مهریه یک جلد کلام الله مجید به عنوان تیمن و تبرک و یک شاخ نبات و یک جام آینه و شمعدان و تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی به نام مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که تمام آن اندل مطالبه بر ذمه آقا داماد باقی است که باید به زوجه بپردازد و سایر شرایط مندرج در سند ازدواج. دوشیزه محترمه خانم میترا موسوی، من وکیلم عقد دائمی خوشبختی شما را برای آقای سامان شبچراغی جاری نمایم. بله با اجازه بزرگترا. بله آخه شب است و ماه میرقصد ستاره نقره میباش از صفای جشن ما امشب صفای دیگری دارد. برای سلامتی خودتون یک کف مرتب بزنید. به سلامتی چهار نوگل خندان، دو عروس و دو داماد، یک کف مرتب بزنید. به سلامتی عروس بزرگه آرزو خانم و پسر گلش امید کوچولوی گل و شهرام عزیز، یک کف مرتب بزنید. با 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 دوستان عزیزان بشنوید، گوش کنید، خوب گوش کنید. به سلامتی عروس کوچیکه میترا خانم و پدر بزرگوارش بهزاد موسوی و وابستگانش و کفتون رو بزنید، کفتون رو بزنید. و سامان عزیز خود آقا ناصر که بالاخره اون کفتر سفید اومد رو شونه‌شو لونه کرد و حالا تخ گذاشته. نقش اول داره بازی میکنه، کار سینمایی به افتخارش که به مرتب. خانم مرامه خانم شما، من حالا از آقا ناصر میخواستم خواهش کنم که با اون صدای گرمش یک دهن ما رو محبوب بیا شما. بهار دل کش رسید و دل به جان نباشد، اگر که دل بردمی به فکر ما نباشد. حبیب ما در این بهار ای سلم بیا تو آشتی کن، که پشم و کین با من هزین روا نباشد. حبیب ما خوب و رویان را نهجبی نان را
وفا نباشد، وفا نباشد. برای سلامتی خود رو یک کافه مرتب. اختیار دارین آقا پیرگوش، توافق کدومه؟ ما از اول خانوادگی با هم توافق داشتیم، مگه نه شلو؟ ابدا. در واقع من به خاطر میترا جون و شوهرشون آقا سامان بود که حاضر شدم بیام تو عروسی، مگه نه سری جون؟ بله، منم فقط برای این اینجا هستم که آبروی خانوادگیمون حفظ شه، وگرنه بعد از عروسی همون آش و همون کاسه. آچ آخ خوشی سر بخورد. بگی دماغتو پاک کن. بفرمایید، مهمونا منتظرتون هستن. بفرمایید. بده من. الان خوبی؟ بله خوبم. خیلی خوب. حالا که رفتیم هوای همدیگر رو داشته باشین، آبروریزی نکنید. هم رفتگر عزیز ما، هم پیاز فروش ما اینجاست. آقا پیاز فروش، حرفی، صحبتی، حدیثی نداری؟ والا منم به افتخار این عروس و داماد میخوام با اجازه جمع و بزرگترا منم یه دهنی با اجازهتون بخورم. بارو 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 نه، بارو 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 نه، دست تا بین به دستم تا رویم هو نه، بارو 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 نه. چی خریدی؟ آره. خب ببین نادر جان، فقط قبل از اینکه بریم یه دست بکش، تو موهات خیلی به هم ریخته. نه موهات مرتب بود که. دکمه کتو تو ببن. نه 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 دکمه کتو نبن، بد میشه. یقه بلوزه پیرنج درست کن. یقه بلوزه. نه همونجوری که بود بهتر بود. اصلا نادر آره هر وقت بکش بیرون. مانجه تو بسی کن بیرونه. خیلی خوب خوبه، تو هر وقت میخوای بری عروسی حال میشه. نه نه اصلا اینجوری نیست، وقتی تو خونه من بود که اینجوری نبود، انقدرم بهش آرامش میدادم که با خیال راحت و آسایش میرفت عروسی. خب خیلی خوب بریم دیگه. کجا؟ اون بر زنون است، این بر مردون است. خب خوش بگذره. نادر جان فقط مواظب با شیرینی نخور زیاد، خب چاق میشی، واسه سلامتیت بده. کاری که دلت میخواد بکن، همون کاری که گفتم بکن. خسته نباشید عزیزان، شاد بودن این راحتی ها نیست. میگه شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. به به آقا نادر، تنها مرد دو زنه مجامع و محافل زندگی ما. قربانت، بفرمایید. قربونت برم من، خیلی لطف کردی. بیا شما خیلی لطف کردی. مبارک باشه، انشالله به پای هم دیگه پیر شید. ما که نه بچه. فقط من محض اطلاع شما به خدمتون عرض کنم که کاری که شما دو نفری دارین انجام میدین من به تنهایی انجام دادم، اونم تو یه روز. آقا در منکرش لعنت. با اجازه شما، منو سامان کیم آقا پادشاه عثمانی جلاد لانگ میندازه. با اجازه شما آقا. خلاصه اینه. ای او یادش که خیلی. خب صف کنید، یک سال بیشتر فرصت نداریم، میرین زود برمیگردیم. چشم زود بریم برگردیم. چشم چشم. بابا اینو بکشتیم و من ببین جنازم دنبال من راه میفته. وای پارچه مشکی اینو از روی برداری. اونم به چشم. عجب حکایت ما داری دونم. این گلم ما به زور کندیم. نگاه کن پلاک ماشینم باهاش کنده شده. مگه من گفتم برو اینو بکن؟ میاد تو کوچیکر میکندی. نشد آقا اردی، نشد. چیزه با کوچیکر واسه مفتول بسته بودم. حالا بابا هیچی عیبی نداره، تحصیلت هر اون برداری، ناسلامتی داریم میریم مجلس عروسی ها، زایستون هم میری، باعث آبرو ریزیه. شما که دو ساعت بیشتر فرصت نداشتین، چطور اول افتیم به سرا؟ حالا حقیقتش جریان اینه که جا سوا، بیدیو چیه این بابای غلام فوت کرده، خدا رو افتگانتونه بیامرزه، سر اون موضوع بود جان سر با. بابای من؟ آره دیگه. آه بابای بس دیگه، دست گلو بردارید بیارید، اینم اونجا بکنید، بیایید بینید. بیا
بیا خب حالا من یه چیزی گفتم بیا داری میریم عروسی زای بازی در نمیاری دا زیاد نمیخوری زیادم نمیخندی حواسش رو جمع کنی آبرو داری ها شاگرد هر چی شما بگی آقا علی خدمت شما ناقابله شرمنده و جدی آخه جدی چاکریم مخلصیم مخلصیم تو نمیری بلند نشین ناراحت میشم بفرمایید بفرمایید همگی خوش اومدید خوش اومدید والا حقیقت چیه که به من میگن اردشیر خان بچه ها اردی صدا میکنن با این بر بچه های یه ساعتی مرخصی گرفتیم آخو شنیدیم عروسی این دو جفت کفتر قناریه مخلصم چاکر شما اومدیم اینجا عرض تعزیت ببخشید عرض تبریکی بگیم و اعلام بکنیم همه کدورت های گذشته رو فراموش کردیم و ما هم همگی خیلی شرمنده ایم برای همین اومدیم اعلام بکنیم هر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم مستر زریه همینجاست همینجاست؟ بفهمید شما اینجا مراقب من خواهم اومد سعی نده اشتباه اومدید سفارت ژاپن دو تا خیابون بالاتره سفارت نه آقای کرفکاهی چی؟ آقای کهرام کرفکاهی رو خواست آه شهرام شرفشاهی بله درست اومدید خیلی خوش اومدید بفرمایید Thank you از این همه جسارت بچه سامورایی به افتخار مهمانان خارجی ژاپنی باید اومی کهرام کرفکاهی بفرمایید ایشونم اینجا نشستم بفرمایید صفو آوردید صفو با شمشیر تشریف آوردید بفرمایید من از طرف معتبرترین جشنواره فیلم‌های بلند کوتاه لانگ اند شورت اوزاکا اینجا آمدم به افتخار آقای لانگ شورت آقای کهرام کرفکاهی شما به عنوان گریمور فیلم رقص بایارو برنده لوح افتخار و تندیس سامورایی زرین از جشنواره فیلم اوزاکا شده اید و از طرف دانشگاه بین المللی هنرهای دراماتیک یوکوهاما به خاطر یک عمر فعالیت در زمینه هنر گریم مدرک بین المللی گریم دانشگاه یوکوهاما به شما اعطا می گردد ببخش اینجا همونجا که دوتا عروسی میگیرن؟ بله همینجاست عروسی آقا سامان آقا شهرامه با هم؟ نه آقا با دوتا عروس خانوم بفرمایید این گلها تحویل بگیر از طرف کیه؟ این تو نوشته بفرمایید خیلی ممنون دست شما درد نکنه به سلامتی دو عروس و دو ماه دامام یک کف مرتب بزنید آقایون وقت ملاقات تمام شده تشریف بریم بریم چشم مخلص شما هستی بچه پشت تو جام سوار ناراحت نشد سرکار چون آقایون روم به دیفال شرمنده ای ببخشید که اذیتتون کردیم به هر حال مأمور بودیم و معذور حکم شاپورخان بود
آخه میدونید رفاقت و اطاعت، ولی جون زناتون ما رو ببخشید. بخشیدین؟ عزتتون ایوالا. حالا به افتخار خودتون هم دست بزنید. میبخشید این خوابش بردش، مواظب باش یواش یواش خوابه. بچه خانوممه. بله بچه بیا بابا این دسته گلم استاد عمادی براتون فرستاده. بابا استاد عمادی اینو فرستادن. فلگیر کننده از راه دورم به فکر ما. به افتخار استاد عمادی. افتخار آقا نادر که باید تو مسابقه قوی دلترین مردان ایران شرکت کنه. یک کم مرتب بزنه. حضر ما از آقا نادر خواهش میکنیم که یه آواز کردی هم ما رو مستفیض کنه. بفرمایید. چون شب شادیه و شب عروسی، امر آقا ناصر ما اطاعت میکنیم. هی وی 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 برام اینانی یکی یکی دست اصم کلا دنی حوصا سبر ایدی یکی یکی تته پلد بلد یچه آقای پوستی. ارادتمند شما پوستی با مسئولیت نامحدود و خدمات پس از فروش در خدمت جوانان یا شما پوسی. تو مگه بازداشت نبودی؟ شهرام خان ماه پشت ابر نمیمونه. با دلیل و مدرک ثابت کردم که با ساعدی همدست نیستم. ضمناً برای همه تون دارم یکی یه آپارتمان جدید میسازم. یا شما بفرما. این خط، این نشون، اینم کلاه زر نشون. الان هم اینجا اومدم برای اینکه از من دلخور نباشی. حالا به افتخارش. بفرما آقا پوسی. آخه بفرما ممنون. افتخار آقا پوسی. بچه ها حالا که گل مجلسمون اومد، منم آواز نیمه تموم و تمومش میکنم. بفرما تته پلد بیره یچه پلده شمریکه. Bingo!
بسازیم با هم دیگه چاره نداریم، شاید تو دل هم گل شادی رو بکاریم، باید بمونه خنده رو لبهای من و تو تا تازه بشه امروز و فردای من و تو.